مزون دوز بودن کار سختی نیست. این مدل آستین مزونی رو تنها با چند تا اوازمان میشه طراحی کرد و دوخت اون هم کار پیچیده‌ای نیست. سلام. ثریا نادری هستم و الگوسازی این مدل آستین مزونی رو براتون آماده کردم. اگه در دوخت اون مشکل داشتین برام کامنت بذارین تا آموزش دوخت اون رو براتون تهیه کنم و لطفاً لایک هم یادتون نره. برای تهیه این مدل آستین ما احتیاج به الگوی آستین ساده داریم. دقت کنین که در این الگو خط وسط آستین مشخص باشه، خط آرنج رو مشخص کنین، 2 سانت بالاتر از خط آرنج یک خط بکشین، بعد این قسمت دور مچ باید به اندازه مشت گره کرده باشه، یعنی مشتتون رو گره میکنین و دور تا دور مشتتون رو اندازه میگیرین که بشه دور این قسمت مچ آستینتون. یعنی ما میخوایم این مچ آستین یه مقدار آزاد باشه. اولین کاری که انجام میدین پیدا کردن نقطه موازنه در 2 طرف این خط وسط آستین هستش. برای پیدا کردن خط موازنه از این نقطه تا اینجا را تقسیم بر 3 بکنین و علامت بزنین که میشه خط موازنه قسمت پشت. برای قسمت جلو هم همین کار رو میکنین. 2 تا نقطه‌ای که به دست آوردین به عنوان خط موازنه اینا رو علامت بزنین. اینجا هم که گفتم آرنج رو 2 سانت بالاتر در نظر میگیرین. در این قسمت مچ هم از این خط وسط 5 سانتی‌متر من بیرون اومدم، علامت زدم. همینطور این طرف هم این کار رو کردم. میتونین اینجا رو 4 تا 5 سانتی‌متر در نظر بگیرین. این 2 تا نقطه رو به هم وصل کنین. خطوط بعدی که میخواییم به هم وصل کنیم، اگه دقت کرده باشیم من گفتم که روی خط آرنج 2 سانتی‌متر بالاتر از آرنج رو علامت بزنیم. ببینید من همین کار رو کردم، این خط رو کشیدم. حالا این نوع از این نقطه بازم وصل میکنیم روی خط موازنه، همچنین این طرف رو. این 2 تا خط رو روبه پایین ما اوازمانمون رو بزنیم، یعنی اینو باز میکنیم بهش فضا میدیم و این 2 تا را رو به بالا اوازمان میدیم. فضایی که میخوره رو به قسمت پایینه و همچنین این قسمتو. اما اوازمان بعدی که میخوایم بدیم این قسمتو که میخوایم بروش بزنیم، دقت کنیم در اینجا اوازمان های ما رو به قسمت تاج آستین باز میشه، همچنین این طرف. فضای داده شده در این قسمت حدود 25 تا 30 سانتی متر میتونه فضا داره بشه این قسمت از اینجا تا اینجا، که من الان 25 سانتی‌متر بهش فضا دادم، همچنین این طرف. اما فضایی که اینجا میخواین بدین بستگی داره که میخواین اون قسمت کوهانی آستین که روی تاج آستینتون برمیگرده و به موازات سرشانه قرار میگیره، بستگی داره که شما بخواین پهنای این قسمت که حالت دولا پیدا میکنه چقدر باشه. من 8 سانتی متر تا 10 سانتی متر در نظر میگیرم، چون اینو که دولا بکنیم میشه حدود 4 سانتی متر تا 5 سانتی متر پهنای قسمت کوهانی که به موازات سرشانه قرار میگیره. این شد 10 سانتی متر. برای این قسمت هم همینطور 10 سانتی متر جدا میکنم. حالا اوازمان اینو میزنم. کار بعدی که باید انجام بدین از این قسمت، از این نقطه موازنه به اندازه این قسمت، یعنی هلال تاج آستین تا
وسط آستین رو ببینین، از نقطه موازنه تا تاج آستین هر چقدر شد، شما باید به موازات این خط از این نقطه به همون اندازه با گونیا بالا بریم. همین کاری که من الان دارم انجام میدم. اندازه که من گرفتم، این قسمت رو که من اندازه گرفتم شده 12 سانتی متر. این 12 سانتی متر رو از این نقطه موازنه را بالا رفتم. حالا دوباره از گونیا استفاده میکنم و یک خط عمود بر اون خط قبلی میکشم که اندازه این خط، اگه یادتون باشه اینجا ما 8 تا 10 سانتی متر رو در نظر گرفتیم، همین 8 تا 10 سانتی متر هم از اینجا عمود میکنم بر این خط و اینو وصل میکنم روی این نقطه. این مستطیلی که اینجا به دست آمد همان قسمت کوهانی آستینه. برای قسمت بعدی آستین هم همین کار رو انجام میدیم. و طرف بعدی کوهانی هم به دست اومد که بعدن اینو دولا میکنیم روی آستینتون. دور تا دور کار رو قیچی میکنیم. ببینید این قسمت برای کوهانی بود، قسمت کوهانی بود که این دوتا به هم دوخته میشن. بعد این قسمت دولا میشه. موقعی که این دولا میشه برمیگرده روی این قسمت تاج و وصل میشه به این قسمت تاج آستین. دو طرف همینطور به این شکل دوخته میشه روی تاج آستین و این میشه همون حالت کوهانی. اما برای قسمت پایین آستین، از این نقطه تا اینجا باید یک خط مستقیم بکشین به طوری که این فاصله رو تقسیم بر دو بکنین. این فاصله تقسیم بر دو، یه علامت اینجا بزنین و این نقطه رو به هم وصل بکنین. ببینین اینجوری باید این قسمت یه تا بخوره. این قسمت رو تا میزنین روی پارچه، این میشه خط اتو. این خط اتو رو که به دست آوردیم، این دوتا رو آستین، همون آستین اولیه رو که داشتیم، ببینین قشنگ که به هم رسیدن، ببینین برمیگردانین روی این قسمت. موقع که به این خط وسط آستین اینجا رسید، اینو نگه میدارین اینجا برمیگردانین روی این قسمت و حالا مچو بازسازی میکنین. ببینین این قسمت قیچی میشه، این قسمت قیچی میشه و در این قسمت هم خط مچو باید دوباره به دست بیاریم. این شد مچ آستین و این هم خط دوخت آستین که قسمتی که روی آن برگشته به خط دوخت آستین، یعنی خط زیر بازو، دوخت میخوره. سمت بعدی را هم قیچی میکنیم. این هم برش نهایی آستین که وقتی که از خط تای قسمت عوازمان خورده اونو بر روی درز دوخت برمیگردانیم، مدل نهایی آستین آماده میشه. محلی که سنجاق خورد رو دوخت میزنیم در وسط آستین محل سنجاق ها کوک میخوره که بعد از دوخت نهایی میتونی اونو تزئین کنین یا کوک ساده بزنی.
و با تا زدن و دوخت این قسمت در تاج آستین، دوخت مدل کوهانی آستین تکمیل میشه.